خوش اومدید. بعد دیدن این ویدیو حس میکنید که 2 کیلویید و خیلی کوچیکید. میخوام افراد 3-4 متری و 400-500 کیلویی دنیا رو بهتون معرفی کنم که همه هنوزم زنده هستن. توصیه هایی که این افراد میکنن خیلی به درد زندگیتون میخوره. سجاد غریبی هم آخر ویدیوه که رازهایی رو در موردش بهتون میگم. لطفا قبل از دیدن این ویدیو ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. با یه لایک کردن خیلی به ما کمک میکنید. اورار ساتوشی، برخلاف چهرش که شبیه ژاپونیا و چینی هاست، ایشون یه کشتیگیر سوموی روسیه. بالاترین رتبه او ماکوشیتای 43 بود. در سال 2017 با رسیدن به وزن 288 کیلو به سنگین ترین کشتیگیر حرفه‌ای سومو تبدیل شد و بعدها دوباره رکورد خودش رو شکست و به وزن 292 کیلوگرم رسید. اورار از کودکی خیلی هیکلی و گنده بود. در 8 سالگی داخل تلویزیون کشتی سومو رو دید و بهش علاقه‌مند شد و تصمیم گرفت که یک کشتیگیر سومو بشه. او در سن 16 سالگی به سن پترزبورگ رفت تا بتونه سومو بخونه و تمرین کنه. رکورد حرفه او 376 برد در مقابل 382 باخت در 111 تورنمنت بود. اورار در سال 2018 خودشو بازنشسته کرد. الانم 40 سالشه. جف داوه، این مرد با این دستای غول پیکرش یه مچندازه. دور ساعدش تقریبا 50 سانته. به حدی 50ش گنده است که میتونه یه توپ بسکتبال رو داخل 50ش نگه داره. دانشمندا آزمایش‌های زیادی روش انجام دادن تا ببینن دلیل بزرگی دستاش چیه، اما متوجه شدن هیچ بیماری نداره و خودش به صورت طبیعی و مادرزاد اینجوری به دنیا اومده. جف اهل کشور آمریکاست و در مسابقات مچ‌اندازی شرکت میکرد تا اینکه در سال 1986 بازوی سمت راستش آسیب دید و دیگه با مچ‌اندازی خداحافظی کرد. اما او سالها بعد، یعنی در سال 2012، دوباره به مسابقات مچ‌اندازی برگشت، اما این دفعه با استفاده از دست چپش مسابقه میداد و تونست قهرمان بشه و به لیگ جهانی هم دعوت شد. الان هم داره مسابقه میده همچنان. خان پدرو فرانکو. خان پدرو تا سال 2016 وزن بدنش رو به 595 کیلوگرم رسوند. در همون سال به عنوان چاق‌ترین مرد جهان در گینس اسمش ثبت شد، اما از سال 2016 به صورت جدی در حال مبارزه با چاقی بدنشه و از پزشک برنامه غذایی میگیره. او پس از چند سال تلاش و رژیم و جراحی 334 کیلوگرم وزن بدنش رو کم کرده و تا 260 کیلوگرم رسونده. دکترها گفتن دیگه نیازی به کپسول اکسیژن نداره و بعد از 9 سال تونسته خودش بره زیر دوش حموم و حموم کنه. خوان پدرو 35 سالشه و اهل کشور مکزیکه و با افتخار گفته دیگه بدون واکر و به راحتی میتونم راه برم. ایشون میگه کارهای روزمره ساده رو نمیتونستم انجام بدم، اما الان هم راه میرم و هم حموم میکنم و هم به همه کارام میرسم. گفته شما قدر سلامتیتون رو نمیدونید، وگرنه همیشه کل روز رو شوگزار بودید. پس یاد بگیریم که شوگزار باشیم. رومیسا گلگی. رومیسا گلگی یه دختر 25 ساله اهل ترکیه است که به طرز باور نکردنی قدش بلنده و بیش از 2 متر قد داره. ایشون یه بیماری داره به نام سندروم ویور که باعث شده خیلی رشد کنه. رومیسا علاوه بر رکورددار بلندترین زن جهان بودن، دو رکورد دیگه از جمله بلندترین انگشت یک زن زنده با 11 سانتی متر و بلندترین کمر یک زن زنده با 60 سانتی متر رو ثبت کرد. علاوه بر اینا پنجه دستاش هم 25 سانتی متره که بلندترین دست زن جهان محسوب میشه. رومیسا میگه سنگینی نگاه مردم به من به خاطر شرایط جسمی منو قوی تر میکنه و به آگاهی دادن به مردم در مورد همچین بیماری هایی روی آورده. رومیسا به طور مرتب داخل اینستاگرامش پست میذاره و در مورد افراد این چنینی با مردم صحبت میکنه و گفته که اونقدرها هم شرایطم بد نیست، راحت به جاهای بلند دسترسی دارم و از بالا نگاه کردن به مردم خیلی خواسته و اونقدرها هم بد نیست. مکی کورین، نوجوانی با بیش از 2 متر قد. مکی بلندترین پاهای زن جهان رو داره. او چهره جدیدیه که در گینس ثبت شده. مکی اهل تگزاس و تاکنون 2 رکورد جهانی رو به خاطر قد شکسته که همین باعث شده در فضای مجازی خیلی مشهور بشه. پاهای او به عنوان بلندترین پاهای زن دنیا 135 سانتی متر طول دارند. در حال حاضر مکی در تیک تاک طرفداران زیادی پیدا کرده و از طریق محتوایی که تولید میکنه درآمد زیادی داره. مایکی میگه من میخوام به مردم یاد بدم که بدنشون همون جوری که هستن دوست داشته باشن.
او گفته به همه ثابت میکنم که حتی دخترایی که به اندازه من قد بلند هستن هم میتونن مثل بقیه جذاب باشن. مکی گفته مزایای بلند بودن قد کمتر از ضررهاش، یعنی ضررهاش بیشتر، و وقتی بچه بودم همه بهم میگفتن مجسمه و مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفتم. الیزان سیلوا بلندترین دختر نوجوان جهانه. این دختر بریزیلیه، اینی هم که میبینید باشه دوست پسرش. الیزان به دلیل وجود تومور در قده هیپوفیزش دچار بلندی بیش از حد قد شده، چون قده هیپوفیزی که رشد و تنظیم میکن. فرانسینالدو دوست پسر این خانم درازه میگه دوست دخترم خیلی زیباست و آرزوی مدل شدن داره. از نظر من هم زیبا، به نظر شما هم جذابه؟ دوست پسرش گفته که الیزان زیباست و من از اینکه با او هستم خیلی خوشحالم. یه جای دیگه میگه که مردم از من میپرسن که دوست دخترت که انقدر درازه رو چطوری بغل میکنی، و من میگم برای هر کاری رای هست و اصلا به حرف مردم اهمیت نمیدم. دمت گرم داداش. سجاد غریبی معروف به پشم ایرانی، ببخشید، معروف به هالک ایرانی، ورزشکار رشته پاورلیفتینگ و با پخش عکسایی که از نظر کاربرا این عکسا دستکاری میشن معروف شد. بعدها داخل فضای مجازی اعلام کرد که میخواد بره مدافع حرم بشه. اینم باعث شد که بیشتر مشهور بشه. دیگه نمیدونم رفت یا نه. اگه شما میدونید بهم بگید. 32 سال سن داره و 184 سانته هم قدشه. هیکلش هم خودتون میدونید. 50% کار داداش هم فوتوشاپه. جدیدن هم رفته بود سراغ مبارزه با مارتین و اون دار و دسته که دیدید چه بلایی سرش اومد و چه آبروریزی کرد. شرف ما رو هم برد. نظرتون راجع به سجاد خطر بگید زیر این ویدیو. نفر آخر لیستم سلطان کوسنه. او صاحب رکورد بلندترین مرد زنده دنیا با 2.51 متر قده. او اصالتاً کرده. رکورد او در کتاب‌های رکورد گینس نیز ثبت شده. او همچنین دارای رکورد بلندترین دست دنیا با اندازه 27.5 سانتی‌متر است. همسرش مروه دیبو که او نیز از اعراب سوریه است با قد 169 سانتی‌متر تا کمر شوهرش میرسه. دلیل رشد بیش از حد او وجود نوعی تومور در قده هیپوفیزشه که باعث رشد بیش از حد قد او شده و برای راه رفتن مجبوری که از عصا استفاده کنه. والدین و برادران و خواهران او همگی دارای قدهای معمولی هستند. او به دلیل قد بلندش نتونست تحصیلاتش رو ادامه بده و به عنوان یک کشاورز الان در حال فعالیته.